الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين الهداة المهديين الخيرة المهذبين، سيما بقية الله في العرضين، سيدنا ومولانا وإمام زماننا وولي أسرنا وصاحب أمرنا وإمام زماننا وبقية الله في أرضه وبقية المازين وخاتم الأوصياء، روحي له الفدا. سلام عليكم ورحمة الله. وقت بخیر عرض کرم لخدمت و بینار عزیز تماشاوان عالی قدر ملت و شرافت کرد، کرمانچ، سورانی، اقوام مختلف کرد، لایران، لعراق، لترکیه، لسوریه، لحر در دنیا که هنه خودی عاقبت امر و خاندان و ایل و تبار و ختم و خیر که انشاءالله موفق و پیروز بین انشاءالله. لخدمت و نی و سلسله درس و بحث و مباحث اصول اعتقادات، اصول دین، اصول عقاید و کلام اسلامی. سه اصل جا پینج اصل اعتقادی ما تبیین تشریح تفسیر و تقدیم کرگشتنی اصل چهارم امامت، ولایت و امام شناسی. لا امامت، ولایت و امام شناسی گشتنی وجود نازنین صاحب الامر حضرت حجت ابن الحسن العسکری، روحی له الفدا. خب مباحثن پر موظفنی لبحث امام زمان تقدیم بکرنی به مقدار ضرورت لچند برنامه تقدیم دکرنی قوی صورت که ما وعده دار لبرنامه که مستقل جداگانه پینج قسمت یا پرتر و عنوان مهدویت انشاءالله لفرصت کدن مباحثن تفصیلی رویجنی لورا قلم محدوده و ظرفیت که متعارف متناسب و بحث امامت مسائل تقدیم دکرنیم. احادیث و آیات لارتباط و امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف پر ام لورا گزارشک جا روایاتان امدتن جا منابع اهل سنت، یعنی بشارت ظهور امام زمان ل احادیث پیغمبر امدتن جا طریق برانه اهل سنت نقل دکنی، البته ل منابع شیعه که به وفور و پر توجه لبان من روایتان آویه لالغیبه لکمال الدین لمنتخب الاثر منابع روایی خاص حضرت امام زمان علیه آلا پتیت و سنا. کتاب جیسای امام زمان شیعه سنی پر نویسینه. فعلا من عرض کرد فقط گزارشک جا روایاتان تقدیم دکرنی. شیصد پینجه و هفت روایت بشارت ظهور امام زمان دایه. سیصد هشتی و نه روایت رویجه امام مهدی جا اهل بیت پیغمبره، یعنی اصل و نسب روشنده که. دوصد چارده روایت رویجه امام مهدی جا خزانه و یادگارانه امام علی علیه السلام. 192 روایت رویجه امام مهدی جا خزانه نازنین حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. 148 روایت رویجه امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف فرزند و خزان نهم نسل امام حسین علیه السلام که مثلا تعبیرها گاهی
التاسع من ولد الحسین. صد هشتی و پنج روایت رویجه امام مهدی جا خزانه نازنین امام زین العابدین علیه السلام. صد چل شش روایت دویجه امام زمان امام مهدی اجل الله تعالی فرجه الشریف خزانه نازنین امام حسن عسکری سلام الله علیه. صد سی و دو روایت دویجه امام مهدی علیه السلام عالم پرج عدل و داد دکه لحالک پرج ظلم و جور بویم. 91 روایت دویجه امام مهدی عمر 91 روایت دوی امام مهدی غیبتک طولانی هیه. 318 روایت دویجه امام مهدی عمرک طولانی هیه. 136 روایت چه دویجه امام مهدی امام دوازدهم ژ امامان اهل بیت. تفصیل وی گزارش حاکم تقدیم کر لمحاضرات الالهیات آیت الله العظما جعفر سبحانی صفحه 566 و تفصیل نقل بویه. امل ورا در واقع ججهت اکدنجی روایات آنگره تماش کنی بررسی بکنی. او جهت دوم، جهت دوم دوران غیبت خصوصا غیبت کبرایه. لروایات آن مطرح دکه که انقلابک لدوران غیبت ل ایران لمشرق زمین وقوع پیدا دکه و انقلابا پیروز دوه زمین ساز ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف دوه و انشاء الله لزمین سازی بی انقلابا هم گاین نی انتظاره که اساسی بکشینی نی زمین سازی سا ظهور نازنین مولا بکرنی. روایتک وایه که انی به قوم قد خرجو بالمشرق یطلبون الحق فلا یعطونه ثم یطلبونه فلا یعطونه فإذا رأوا ذلك يزعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوا ولا يقبلونه حتى يقوموا قتلاهم شهدا وإني لو أدركت هذا الأمر لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. خب لوی حدیث شریف مراحل وی انقلاب ایرانی که منتهی به جمهوری اسلامی ایران مطرح دکه، عنایت اهل بیت نسبت و وی انقلابا مطرح دکه، کشته لمسیر وی انقلابا شهید راه خادینه گزارش داده قتلاهم شهدا و وی مطرح دکه که و انقلابا زمین ساز ظهور امام زمان دوه امام معصوم دوه اگه از لوی روزگارا هویم جوی تجربه تاریخی که زمین ساز ظهور امام زمانه حمایت دکم پشتیبانی دکم. لر روایتک ذن که حاکا مضمونی بیا طبیعتا ترجمه روایت کامل نگود چون اگه بخوازم وارد شعر و تفسیر بویم وقت پرده گره اجمالا ترجمه آزاد گزارش داد. لر روایت دن حقای رجل من اهل قوم یدعو الناس الى الحق یجتمعون معه قوم کذبر الحدید
لا یملهم الرياح العواصف ولا یجبنون. وان دو روایتنا لکتاب که و عنوان انقلاب اسلامی ایران لروایاتان روایت مختلف لوی نقل کرنه آیت الله محمدی ریشهری رئیس مؤسسه دارالحدیث که با مؤسسا کلن کاریوی لباب حدیثه، دانشگاه خواهنه، پژوهشگاه خواهنه، فعالیت وسیع لارتباط و حدیث هنه لوی منابع ذکر بویه و جزئیات و روایات فراوان دنجی حاتیه. لوی روایتا انقلاب اسلامی ایران دقیق تر بیان دکه. لوی و انقلابا قوم شروع دوه. رجلون من اهل قوم، یک جا مراجع دینی و مراجع تقلید و رجل دین جقوم قیام دکه. ملت پشت سر ویا قرار دگره و وا انقلابا پیروز دوه و ملت ها ملت که شجاع نترس جکس ناترسه لهر دو وان روایتانا انقلاب اسلامی معرفی دکه. رویجه یطلبون الحق و ملتا و رهبرا وان زمین ساز ظهور امام زمان ونا حق طلب دکن. حق چیه؟ اصل اسلام، اصل قرآن، اهل بیت. جکو مثلا روایت مهی علی مع الحق و الحق مع علی، علی و حق و حق و علی، یعنی علی مع القرآن و القرآن مع علی، علی و قرآن، قرآن جی و علی سلام الله علیها. پس حق لورا یعنی قرآن، یعنی اسلام، یعنی اهل بیت. پس واقعیت لبون الحق یعنی با انقلابا اسلامیه. بحث روایات ام بیان دکنی، بحث آیات فعلا صرف نظر دکنی لشونه خوا. در واقع ولایت فقیه لعصر غیبت، مرجعیت تقلید و مرجعیت دینی لعصر غیبت یعنی نیابت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. نیابت اک خاص مهیه که ما اشاره کر او چار نائب خاص که لدوران غیبت صغرا لوی 69 سال نیابت جا امام کرنه. نیابت که عام هیه جا آغاز غیبت کبرا تا زمان ظهور امام زمان که شرایط بیان کرنه. من کان من الفقها ها سائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدو. و راجب ولایت فقیه و راجب مرجعیت دینیه. یا مثلا فاما الحوادث الواقعه فرجعوا فيها الى روات احادیثنا انا حجت الله عليهم وهم حججي عليكم. و توقیع شریف جا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف لزمان غیبت کبرای سا زمان غیبت کبرای رویجه لحوادث و نیازمندی زمان غیبت کبرا هن رجوع بکن لا مرجعیت دینی و ولایت فقیه و ولی فقیه از حجت خالی ساوانم سا مرجعیت دینی و ولایت فقیه اوجی حجت من لسروانه، یعنی رابطه و من راجه طریق وانه جا نظر دینی رابطه منجی که خب رابطه وانجی و من را در واقع قصه ایدن که و رابطه وصل دوه لخداوند متعال. در واقع تشکیل حکومت لزمان غیبت کبرا بعض خیال گرنه مثلا وی تعبیرا که هر پرچم قبل ظهور امام زمان بلند بوه او پرچم باطله وی دقیق نقل نکرنه و روایتو چه دویجه که کلن لوی درسا لوی بحثا بررسی روایتی زمان غیبت کبرا و مبحث امام زمان مهیه و لخازه بویجه
هر پرچمی که لزمان غیبت کبرا به ادعای مهدویت بکره او پرچما پرچم باطله. مثلا الان قلوی زمانه ما کسک هیا احمد اسماعیل البصراوی مهندسک سوادک خواهی چندان جیتونه دلائل ویجی تو دلیل و درد بخور عالم پسند عقل پسند علم پسند تونه ور اساس خو و استخاره سخورا استدلال دکه و ادعا دکه دوی از مهدیمه. او روایت ها در خوازه بیوشه قلعه کل دوران اونجی واهویه لدوران بن العباسی پر ادعایی که از مهدیمه کرنه در خواستن جریان مهدویت و امام زمان مصادره بکرن لطور تاریخ هاویه بعدن جیهایه و روایت ده که دوی هر پرچم بلن به عنوان مهدی او پرچم باطله ادعای مهدویت که به ویژه از مهدی ما باطله و الا قرآن صریحا امر به معروف هیا نهی جمونکر هیا اقتضای باندو اصلانا تشکیل حکومت ها. قرآن صریحا تولا هیا تبرا هیا اقتضای باندو اصلانا تشکیل حکومت ها. اسلام نماز جمعه هیا اقتضای نماز جمعه تشکیل حکومت ها. نماز عید جوره که لحکام اسلامی بیان بویه اقتضای خواهیه که حاکم اسلامی نماز عید بخینه. در واقع اقامه صلا زمین سازی سا نماز سا روژی سا حج سا خمس سا زکات اقامه قامه یعنی قعو که ام خمسه خواه ددنی ام زکات خواه ددنی ام حجه خاطر رنی، ام نماز خود اخینینی، ام روژی خود اگرینی، و قامه یه، و اقدام شخصی میه، اقامه جریانه، نیاز خواهه یه که تشکیل حکومت بدنی، شرایط تا سار روژی و نماز و کل تشت فراهم بکرینی. علاهازا، تشکیل حکومت، حکومت اسلامی لکل زمانه اگر ممکن بوه لازمه دنه دنه زمان امامان وجوب حکومت هویه امکان فراهم نبویه لبعض زمان اونجی امکان فراهم بویه نالی زمانه امیرالمومنین امام حسن مقدارک پیغمبر و مقدارک به عنوان ولایت عهدی امام رضا سلام الله علیه مجمعین این تشکیل حکومت دادن دانه لزمان واندن تون نبویه اعلا مرتبه تشکیل حکومت جی لزمان ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریفه. در واقع تشکیل حکومت اسلامی یک جشعون امامت لزیارت جامعه کبیره فرمایش دک ساست العباد یعنی اهل بیت دوازدم امام چهارده معصوم جکل عالمان و جکل خلقه سیاست مدار در و کارامت در سا تشکیل حکومت پیروان اهل بیت شیعیان اهل بیت و طریق اولاوی راه و روش اهل بیت لزمان غیبت کبرا ادامه دادن و قدر میسور و ممکن تا در سکدن و بحث سکدن التماس دعا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.